آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سهشنبه به مسکو سفر و با سرگئی لاوروف وزیر و امور خارجه روسیه دیدار کرد آقای گوترش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه روسیه وضعیت بندر ماریوپل را بحرانی توصیف کرد و خواستار پایان جنگ در اوکراین شد ما میدانیم که در ماریوپل با یک بحران روبرو هستیم هزاران غیرنظامی نیاز مبرمی به کمک های بشر دوستانه برای نجات جان خود دارند و بسیاری از آنها به تخلیه نیاز دارند. سازمان ملل آماده بسیج کامل منابع انسانی و لوجستیکی خود برای کمک به نجات جان مردم در ماریوپل است. آقای گوترش همچنین پیشنهاد کرد که مسکو و کیف طی یک همکاری هماهنگ با سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ تخلیه امن غیر نظامیان کارخانه فولاد آزوستال و شهر ماریوپول را امکان پذیر سازند. وزیر خارجه روسیه در توجیه حمله روسیه به اوکراین مدعی شد که علت جنگ کنونی به گفته او تجاوز غرب به فضای ژئوپلیتیکی روسیه بوده است آقای لاوروف دل پری از دیدار یک روز قبل وزرای خارجه و دفاع آمریکا با ولودیمیر زلنسکی در کیف داشت او اینجا در مصاحبه ای با تلویزیون ملی روسیه دوباره به اعضای ناتو نسبت به ارسال کمک های نظامی به اوکراین و پیامدهای آن هشدار داد و از اعضای ناتو خواست که خطرات قابل توجه درگیری هسته ای را دست کم نگیرند و کمک های تسلیحاتی ناتو به اوکراین را به معنای جنگ نیابتی میان ائتلاف غربی با روسیه دانست. پیش در روز دوشنبه روسیه برای جلوگیری از ارسال تسلیحات ناتو به اوکراین به تأسیسات خط آهن در سراسر اوکراین حمله کرده بود. البته این تسلیحات اهداف مشروعی برای روسیه در چارچوب عملیات ویژه خواهد بود. انبارهایی که سلاحهای غربی در آنها نگهداری می شوند از جمله در غرب اوکراین بیش از یک بار توسط نیروهای روسیه هدف قرار گرفته شدهاند وقتی ناتو اساساً وارد یک جنگ نیابتی با روسیه می شود غیر از این راهی وجود ندارد Jang, yeni Jang. در واکنش به صحبت های آقای لاوروف روز سهشنبه، جیمز هیپی معاون وزیر دفاع بریتانیا تهدید هستهای وزیر خارجه روسیه را کم اهمیت و یک توهم دانست آقای هیپی در گفتگو با شبکه رادیویی تایمز امکان استفاده اوکراین از سلاحهای ساخت بریتانیا در خاک روسیه را مشروع توصیف کرد و گفت که حمله اوکراین به خطوط لوجستیکی منابع سوخت و انبارهای مهمات روسیه بخشی از جنگ است. اشاره آقای هیپی احتمالاً به خبر روز دوشنبه در مورد انفجار یک انبار سوخت در شهر بریانسک در غرب روسیه است که هنوز کیف واکنشی به آن نشان نداده. در هفته های گذشته با شدت گرفتن حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین جدال لفظی میان اعضای ناتو و روسیه بالا گرفته. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگران است که شاید مسکو بخواهد این مناطق را مانند کریمه در سال 2014 به خاک روسیه زمیمه کند به خصوص اینکه هفته گذشته یک مقام ارشد نظامی روسیه در مصاحبه ای اعلام کرد که تصرف مناطق جنوبی اوکراین به روسیه امکان دسترسی به منطقه جدایی طلب ترانس نیستریا در مولداوی را می دهد. در میان اعضای ناتو بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک های نظامی را از آغاز حمله روسیه به اوکراین ارسال کردند و موضع تونتر در قبال مسکو اتخاذ کردند. جایی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هفته پیش تایید کرد که کشورش در حال آموزش سربازان اوکراینی است و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن میخواهد شاهد تضعیف روسیه تا حدی باشد که نتواند حملاتی مانند تهاجم به اوکراین را دوباره تکرار کند در تحول دیگر روز سهشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به مناسبت سی و من سالگرد فاجعه هسته ای چرنوبیل از این نیروگاه بازدید کرد. برخی مواقع به دلیل حرکت تجهیزات سنگین که نیروهای روسی به اینجا می آوردند، سطح تشعشعات هسته‌ای بالا رفته است. ما این موضوع را به صورت روزانه دنبال می کنیم. مهران کریمی رادیو فردا